وقت جنگ آمده و کار به تیغ و سپر است، مملکت در خطر است. جور ایام بدین سان کشیدن تا کی؟ جور ایام بدین سان کشیدن تا کی؟ نتپیدن تا کی؟ وقت وقت جدل و رزم به بیدادگر است، مملکت در خطر است. پس دیوار وطن هلهله برپا شده، پس دیوار وطن هلهله برپا شده، شور و غوغا شده. مرده باد آن که از این داد و دهش بی خبر است، مملکت در خطر است. عزم دارند که از ریشه کنن نسل ترا، جوهر و اصل ترا. در کف دشمن ظالم ز عداوت تبر است، مملکت در خطر است. در کف دشمن ظالم ز عداوت تبر است، مملکت در خطر است. وطن از بازوی اولاد خود مطلب است، وطن از بازوی اولاد خود مطلب است، مملکت در خطر است. چشم آن مادر غم دیده به سوی وطن است، چشم این مادر غم دیده به سوی وطن است، مملکت در خطر است. الا برخیز که سجاد وطن مختصر است، الا برخیز که سجاد وطن مختصر است، مملکت در خطر است. اتحادی که یکی رفت به صحرا نکنیم، شور و غوغا نکنیم. قوم افغان چو اماهنگ شود شیر نر است، مملکت در خطر است. ای قیامت نسبان وقت قیامی دیگر است، ای قیامت نسبان وقت قیامی دیگر است، مملکت در خطر است، مملکت در خطر است. آب در کشتی بشکسته ما تا کمر است، مملکت در خطر است. آب در کشتی بشکسته ما تا کمر است، مملکت در خطر است. دست ما گیر که این دشت دمن در خطر است، مملکت در خطر است. البته این شعر قشنگ از مرحوم استاد ضیاء قاری زاده است که اشعار بسیار قشنگ داره. رو روان مرحوم قاری زاده شاد و یاد عزیزشان گرامی باد. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مقر کاخ سفید، واشنگتن دی سی. سرها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت، خلق خدا بکشت و خدا را بهانه ساخت. شیخ از درون کعبه ز بتخانه سر کشید، دیدی کجا رسید و کجا را بهانه ساخت. زاهد به نوک نیزه جگرها شکاف کرد، چون دیدمش خمید و عصا را بهانه ساخت. دار و ندار ما امدر پای غیر ریخت، گفتم بس است سجود و سخا بهانه ساخت. رزمندگان رای خدا را بگوز من، شیطان به ارصد تاخت و شما را بهانه ساخت. سلام بیننده عزیز، با امید صحت سلامت شما. امروز دوشنبه از پنتاگون، مقر وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، با شما هم کلام هستم و در کنفرانس خبری روزانه امروز سوالات روی افغانستان چرخید. را سوال دوم بنده نظیر عظیم کریمی مطرح کرد در مورد خشونت طالبا و موافقت نامه که اینا به دوای امضا کردن و برعکس همو ولایت های کلیدی طالبا گرفته. مردم افغانستان در یک حالت روانی بد قرار دارند و پرسان کردم که دولت مردای افغانستان به شمول آقای غنی و سایر کارشناسا میگن که عقب فعالیت های تروریستی طالبان پاکستان است، توقع مردم افغانستانی است که ایالات متحده فشارهای را بالای کشور پاکستان بیارن، برای اینکه پاکستان عقب فعالیت های تروریستی طالبان است. و ما نفهمیدیم، مردم افغانستان تا کنون نفهمیدن که آیا پاکستان دوستشان است یا دشمنشان است. دشمن دوست ماست. دشمن دوست ما را نتوان کرد علاج، شاخه را مرغ چداند که قفس خواهد گشت. به هر صورت تقریبا 10-12 سوال در مورد افغانستان مطرح شد، اما جواب سخنگوی پنتاگون آقای کربی یکسان بود و گفتن که مسئولیت منبر رهبرای افغانستان میفهمند، پیشرفت های میشه. و همچنان آقای کربی گفت که 300 هزار نیروی پلیس و نیروی امنیتی افغانستان است، دولت افغانستان باید استفاده خوب کنه و به نفع کشورشان علی طالبا عکس العمل نشان بدن. سوالاتم به اصطلاح در یک میور میچرخید که طالبا چرا پیشروی کردن، نقش شما چی است، فعالیت های شما چی است. اینا گفتن که ما کمک های وقت ظاهراً تمام مسئولیت را بالای شانه های دولت مردای افغانستان انداخت. اینا گفتن نه تنها آقای بایدن بلکه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا قرارداد امضا کرده بود. ما را برای غیر چه ارزان فروختن، مثل متای خیش به بازار فروختن. اخوان دست فروش به بازار اجنبی ما را به شادیانه دزدان فروختن. آتش زدن به رونق کاشانه های ما، ما را میان آتش سوزان فروختن. از بحر نان خیش عریفان نابکار ما را به صد فسانه بدونان فروختند.
زین زائدان امید دعای مکن زفر نیات خیش را به شیطان فروختند. ما امیدوار هستم که ملت افغانستان از خواب غفلت بیدار شوند و امروز جوابایی را که ما شنیدم هم مایوس کننده بود، اما ما را وادار ساخت که خود سرپا بیستیم، تاکید روی تحکیم وحدت ملی کنیم. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مقر پنتاگون، واشنگتن دی سی. Thank you so much. Thank you. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختین غک